بینندگان تلویزیون ایتو در سراسر جهان، من پرویز روزای دوشنبه و چهارشنبه مطابق معمول بعد از ظهر به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستم. این برنامه رو که من خدمتتون تقدیم میکنم همزمان آقای ناصر توکلی از رادیو ایران و هوستون تگزاس پخش میکنن و همزمان جناب پارسا سوربی از مردم تیوی پخش میکنن. پس بنابراین همزمان از 3 رسانه پخش میشه، از ایتو و رادیو ایران و مردم تیوی، که سپاسگزارم از جناب امید امیدوار، از آقای ناصر توکلی و از آقای پارسا سوربی. امروز که من در خدمتتون تقدیم میکنم، روز 18 فروردین ماه 2575 هخامنشیه، 2575 هخامنشی و برابر با 6 اپریل 2016. ببینید، برای مبدع تاریخ قرار دادن خیلی چیزا رو میشه گفت. مثلا مبدع تاریخ، فرض بفهمید که مسیحیان جهان تولد عیسی است که امروز 2016 سال از تولد عیسی گذشته، ولی خب نمیشه که مبدع تاریخ رو از فرار یک آقای از یه شهر به یه شهر دیگه گذاشت. میدونم چی رو بگم، برای میدونم مبدع تاریخ اسلام رو میتونم از تولد محمد بذارم، مبدع تاریخ اسلام رو میتونم از بعثت کردن محمد بذارم، مبدع تاریخ رو میتونم از فوت محمد بذارم، از فرار محمد که نمیذارن که. حالا اونم عربا اینجا گذاشتن، اونا بر اونا هم خوب نیست، یعنی عربای مسلمان هم این از این تاریخ نباید سر بلند باشن، بلکه آخه تاریخی که چی، تاریخ چی، این از کجا، این 1300 مثلا 95 سال از چه زمانی، از زمانی که محمد یواشکی فرار کرد و مکه رفت مدینه. برای من میخوام قبل از اینکه وارد بحث بشم، یک چیزی به نام مقاله اول، یک 4 تا مقاله دنبال هم من یا نوشتم یا دارم می‌نویسم، دوستش نوشتم دوستش باید بنویسم. مقاله اول از یک خاطره اتفاق افتاد، از یک رویداد اتفاق افتاد. ما توی فامیلمون و دوستان آشنایان یک دختر خانمی هست اسمش آناهیتا است، این 15-16 سالشه و دبیرستان دوره آخر دبیرستانه. این دختر خانم خب پدر مادرش که می باش کم لطفی کردن، زیاد بهش فارسی حرف نزدن، در نتیجه فارسیش مشکل داره، ولی خب حرف می زنه، فارسی حرف می زنه، منتها وسط حرف فارسی حرف دادن واژه های انگلیسی رو میاره دیگه. این اخیراً علاقمند شده به تاریخ باستانی ایران و این روی خب یه نفر یه چیزی علاقه من میشه. الان هم در زمانی یه جوریست که شما به تلفن دستی دارم بگید کوروش یا سایرس، همه خاطراتش میاد، یا بگید داریوش، یا بگید مثلا اینا همه چیز روی، یا بگید ساسانیان، یا بگید هخامنشیان، همه میاد دیگه، همه میتونن اطلاعات مختلف رو، بچه هم که خیلی واردتر هم میرن روی گوگل تایپ میکنن، ریسرچ میکنن، این همه میرن این اطلاعات قابل توجهی در این مورد پیدا کرده. و خودش میگه من یه پروژه گرفتم توی دبیرستان، پروژه هم درباره حکومت های امپراتوری های پارسیه، پارسی منظورش قبل از اسلامه. اینقدر این دختر خانم علاقمند شده که پدر مادرش، البته یه اتفاق دیگه هم افتاده بود، اونم به این چسبید، به این علاقمند شد که با پدر مادرش تابستون یک ماه برن ایران، در حالی که این تا حالا ایران فکر نمی کنم رفته باشه، اگر رفته خیلی کوچک بوده. یک ماه میخوام برن ایران و در این یک ماه برنامه شون جوری کردن که یک
از مثلا از تخت جمشید دیدن کنن، از آرامگاه کوروش پاسارگاد دیدن کنن، از طاق بستان دیدن کنن، از بناهای تاریخی زمان ساسانی دیدن کنن، بعدم بیان از اصفهان از بناهای زمان صفویه دیدن کنن. و این توی مهمونی که بودیم اومد پهلو من نشست گفتش که آره توضیح داد که یه پروژه گرفته و میخواد این کارو بکنه و اینا. من خیلی تشویقش کردم گفت بابا چقدر خوبه. و این دختر خانم اسمش آنیتاست، پس تو برسه بگم که آنیتا، این آنیتا گویم تو خونه و اینا بهش میگن آنیتا. این آنیتا فکر کنه چون من توی رسانه ها هستم که وقت مثلا پدر بزرگش که البته بودش میامد برای من نگاه میکرد یا مادر بزرگش نگاه میکرد اونجا بود و همینطوری خب میدونی که من هستم و من اتفاقات دیگه هم افتاده. این فکر میکنه من آدم خیلی مهمی هستم چون که اینجوری هستم و خودش میگه که من مثلا میخوام مثل تو بشم. دلش تبلکی دلش نمیدونی که مثل من شدن همچی زیاد ها نیست، ولی به هر حال اینجوری دیگه. بعد اومد اینا رو برای من توضیح کرد، بعد گفتش که تاریخ ایران 1395 ساله و گفت این سه تا سلسله هخامنشی، اشکانی، ساسانی قبل از اسلام بوده و بعد در بعد از اسلام سلسله مختلفی بوده و البته زیاد در باره بعد از اسلام اطلاع نداره، بیشتر اطلاعاتش راجع به قبل از اسلامه. و بعد تحقیق کرده که میگه که در اون زمان قبل از اسلام در طول 1200 سال به خودش میگه ایران در پاور بوده، یعنی منظورش که ایران قدرت اول دنیا بوده. در واقع در زمان کوروش و داریوش که اصلا هیچ قدرت دیگه ای نبود، یونانی هنوز پا نگرفته بودن و یعنی تنها به اصطلاح حاکم کشوردار دنیا ایران بود که ایران خب از تا قلب اروپا و آسیا و تا از این طرف تا قلب آسیا، از اون طرف تا قلب اروپا، شمال افریقا، این همه یک تحت نفوذ داریوش شاه بود که از بسیار منطقه وسیع دنیا و خود یونان حتی. بعد به من میگه که پس شما چرا پاورتون تموم شد؟ خب خوشبختانه دوستاش تا این مرگاش میگفت دوستاش اومدن هم سن سالش اومدن دیگه اونا سلام علیکم رفت دیگه دنبال اونا و دیگه منم گفتم حالا باید جواب میدم بعدم. و اومدم خیلی فکر کردم راست میگه بچه، چرا ما پاورمون تموم شد؟ حالا منم به زبان میگم چرا ما ایرانی ها، این سواله، چرا ما ایرانی ها که در نیمی از تاریخ کشورمون آقای بیش از نیمی از دنیا بودیم و آقای ما هم سروری ما، حاکمیت ما با بزرگواری بود، ما نیمه دیگر دنیا حکومتشون با زور بود، با آقا منشی نبود. مثلا رومی ها یه جایی رو درست کردن به نام کلوسوم که خیلی مثلا فرض کن هر توریستی میره میمونه به اینجا نگاه کن. خب به چی بوده؟ چه؟ اینو برای چی ساختن؟ برای این ساختن که مسیحی ها رو بندازن جلوی شیره گرسنه و 50,000 نفر اونجا بشینن، وقتی این شیره بدن اون آدم ها رو پاره میکنه اینو فریاد میکشن اینا رو ایرا بکشن. حالا اینجا چی؟ این طرف چه خبر بود؟ این طرف ببینید ما ببینید من هیچ باور ندارم که خدا هیچ کسی رو برای این که به ما پند و اندرز بدی ما راه نمای کنیم فرستاده بشه. اصلا شما به عقلتون توی برمه مثلا ما مسلمینیم، مثلا 1400 سال پیش خدا یک آقای محمد رو فرستاده که برای ما قانون های بیاره و در از 1400 همون مونده و تازه خودش تو قرآن آیه ابراهیم سوره ابراهیم آیه 4 میگه که من بر هیچ قومی پیغمبری نفرستادم مگر از خود آن قوم به زبان آن قوم. ببینید این اگر خدایی باشه و اگر یه روزی با ما رو برو باشه به اون میگه
به من میگه، به شما نمیگه، میگه دیدمه. آخه من نمیخواستم به تو یه چیز بگم، خودم نمیتونستم بگم. چطور من به خدوسا گفتم که قبل از آفتاب اول و گلم به تو نمیتونستم بگم صبح پشون نماز بخونم. خب یه کاری میکردم که صبح ساعت معین که میشد تا اصلا از خواب بیدار میشدی و پا میشدی میامدی بیرون، نمیتونستی به خواب دیگه، مجبور بودی نماز بخونی بعد بری بخوابی یا بری سر کاره. به هر حال ایرانی ها زردشتی بودن. من در دین زردشتی اینقدر خرافات و اینقدر چیزای ناباور کردنی هست که حد حساب نداره. اون فرشته بالای اون فرشته نشسته، اون فرشته پله اون فرشته بوده، اهورا مزده رفته بالا، اون فرشته از اون بالاتر نشسته، گاهی اون فرشته میره بالاتر و اهورا مزده میشینه، گاهی اهورا مزده میشه از اون فرشته بالاتر میشینه. پس این دو چیزا بگه فلسفه رو داره مینشون. اون فلسفه باعث برتری ایران بوده، اون فلسفه یکی داد بوده، یعنی دادگستری، انصاف و رعایت حق و حقوق مردم. لذا بر این اصل داد وقتی که خودش وارد بابل شد، خب دیگه نمیتونه مردم رو بکشه که، دیگه نمیتونه مردم رو برداری که چون ضد انصاف، ضد عدل، ضد داده. پس میاد دریا رو آزاد میکنه، بعد میگه که اون جواهرات که ازشون خارت کرده اونا رو بهشون بدن، اینا اگه میخوان برن معبدشون آباد کنن، اگه میخوان بیان ایران زندگی کنن. یه دی یهودی ها میان ایران زندگی میکنن، یه دی میرن معبدشون آباد کنن. اصولا تشخیص میده که بردهداری یک نوع بیداده. یه نفر بری در جنگ بهش پیروز بشی بعد بگی آقا تو برده منی، حالا به این زنی کار کن محصولش بده به من. آقا این زنی که مال خودم نه که، این که زن این مزرعه که مال خودم، خودم ساختم. شلاقونگ غلط کردی، تو برده منی، تو چی نداری، تو خودت اموال منی، این مزرعه رو روش کار میکنی محصول چی منی به من. خب این بیداده، این مرد صاحب این مزرعه. خب دیگه نمیتونه کوروش این بیداد رو بکنه دیگه. بعد غیر از این چیزای دیگه هم بوده، یکی گفتم داد بوده، یکی یه شادزیستی بوده با گریه و زاری که نمیشه، یه کشور رو پیشرفت داد که با گریه و زاری که نمیشه، که سرور نیمی از دنیا بود که. یکی که میگه من مشیا و مشیانه، یعنی مرد و زن رو، یعنی آدم و حوا رو مساوی خلق کردم، نمیگم از گل خلق کردم، میگه از زندگی گیاهی شما رو به زندگی انسانی آوردم. کنترل اونم نمیشه، ولی خب بالاخره معقولتر از این که اگل درست کنه، اگل درست کنه، فوت کنه، این را بیفته دنده چپش بکنه به نزنی حفظا بشه. خب بعد هم میگه که بر اساس خردتون کار کنی، بعد هم میگه که دهشمندی بکنی، بخشش داشته باشی، بعد میگه آبادسازی بکنی، بعد میگه من با بدی ها در جنگم، بیاید با من کمک کنید تا من بر بدی ها پیروز بشم. اگر یه نفر میاد یه چک میزنه این برای صورتت، این آدم سرباز بدی هاست، باش باید بجنگی، نمیتونی بگه این برم بزن. اگه یه آدم میخواد پیرنت ازت بگیره، این سرباز بدیه، تو باید باش بجنگی، نه اینکه کتن بهش بگی. با این فلسفه ایران پیروز شد، پیروز بود، پیروز ماند. مردمان رو با شلاق تربیت نکرد. در تخت جمشید و در سایر بناها وقتی که ساخته شد، همه صورتاش هست روی خشتای نازک خام می نوشتن، بعد اونو می پختن، یعنی می زشن تو کوره پخته بشه، این دیگه مثل آجر می شد، می تونستن مثلا بفرستن برای شاه که ببینی که پولا چجوری خرب شده. نوشتن مثلا سنگ تراش های مصری که اومدن اینجا، گروش رو مثلا اینقدر نفر بودن، بهشون سر ما اینقدر برنج دادیم، اینقدر گوسفند دادیم، یه چند تا مثلا مشک پر از شراب دادیم، چند تا سکه زر دادیم.
خب اینا اومدن از اون اینجا برای اینکه پول بگیرن کار کنن، اگه پول ندی میرن. اینجوری نیست که با شلاق بزنی که باید کار کنی، که در حالی که تمام بناهایی که در مصر و در روم و در یونان اینا ساخته شده به ضرب شلاق و به از کار بردگان بوده. خب من امیدوارم که خانمه و آقایون واقعا فکر کنن، واقعا همت کنن، واقعا قلت به خط بدن، من راهنمایی کنن. سه تا سواله، چهار تا سواله، گفتم چهار تا مقاله، چهار تا سواله. یه سوال که چجوری ما سرور بومی از جهان بودیم، سوال دوم چجوری این سروری را از دست دادیم، سوال سوم چیکار کنیم که دوباره این سروری رو به دست بیاریم. من مشکل دو سوال با هم کردم. سوال اول این که ما سرور بودیم، سرور خوب بودیم و در جهان پیروز بودیم. سوال دوم این که چطوری شد سروری رو از دست دادیم. سوال بعدی سومی اینه که چهارمی اینه که ما چیکار کنیم که سروری رو دوباره به دست بیاریم. پس اول ما سرور جهان بودیم، سرور خوب جهان بودیم. دوم چگونه سرور جهان شده بودیم. سوم چرا سروری از دست دادیم. چهارم چیکار کنیم دوباره سروری رو دست بیاریم. ببینیم یکیش که ما سرور خوب جهان بودیم، من توضیح دادم. سومیش این که چرا سرور جهان بودیم، اونم یه مقدار توضیح دادم. سومیش این که چجوری شد سرور رو از دست دادیم، اونم باید توضیح دادیم. چهارمیش که اصلا مهمتره و این سوالیست که خیلی جوابش مهمه، چیکار کنیم که دوباره سرور بشیم. حالا سرور منطقه بشیم، یه زمانی بود که داشته میشدیم ولی خب خودکشی دستجمعی کردیم و این اتفاق نیفتاد. در تاریخ اسطوری ایران همین اتفاق قبلا هم افتاده. تاریخ اسطوری ایران، اساطیری ایران، مردم از جمشید ناراضی شدن. جمشید پادشاه بزرگی بود که خیلی کارها برای مردم ایران کرد، منتها میخواست هم رهبر مذهبی باشه هم رهبر سیاسی. مردم ایران دوست نداشتن یک کسی هم رهبر سیاسی باشه هم رهبر مذهبی. دوست داشتن پادشاه کشور پادشاه باشه، رئیس مذهبی کسان دیگری باشن، اینا با هم قاطی نشن. و چون جمشید میخواست هر دو بگیره، مردم ازش ناراضی شدن و رفتن ضحاک را آوردن. بعد که ضحاک آوردن، بعد این مدت فهمیدن که چه اشتباه بزرگی کردن. و اون ضحاک همونی که هر روز این دوتا جوانو میبرد میکشت تا مغزشون بده مارها بخورن. حالا این مغزشون بده مارها بخورن این اسطوره است دیگه. یعنی اون جوانایی که علاوه سیاسی باش مخالف بودن مینداختن تو زندان شکنجه میکردن. همین کاری که ضحاک زمان میکنه. حکومت اسلامی، رژیم اسلامی که در ایران حاکم شده، همین کاری نمیکنه. ضحاک میکرد، ضحاک جوانا رو میگرفت میکشت تا مغزشون رو بده به مارا. این اسطوره است واقعا. رو دوش اون ماری نبود که مغز جوانا رو بخوره، یعنی میزد تا مغزشون از کار بیفته، تا اینکه از زور شکنجه باورشون عوض کنن و مغزشون رو مارها بخورن. مجله بیداری خوشبختانه به دست من رسید. سپاسگزارم از آقای سیاوش لشکری که میفرستن. من یه مقداری بردم هم امروز گذاشتم در سوپر بنک شهر استون. اونو که علاقمندن در این شهر هستن میتونن برن بردارن. در بالای این مجله بیداری در دو طرف راست و چپش دو تا کاتر کوچیک گذاشته و دو تا موضوع رو تو نوشته. من دو تا کاتر نشون میدم و بعد میخونم، بعد با هم بحث میکنیم. نوشته که چهارشنبه سوری کار احمقانه و دلیل خریت پدران شماست.
آیت الله مرتضی مطهری. اینجا نوشته که نوروز خلاف تعالیم قرآنی است، در این مراسم خرافی شرکت نکنید. همان آیت الله ضد ایرانی. خب من میپرسم آقای مرتضی مطهری که کشتند آقای خمینی، شما رو تصویبتون رو داد، خب من میپرسم که سینه زدن این کار خرافی نیست؟ زنجیر زدن، قمه زدن کار خرافی نیست؟ خاک بر سر پاشیدن و کاگل پاشیدن کار خرافی نیست؟ رفتن سر جام جمکران کله رو اون تو کردن، حرف زدن و گوه ادعا کردن که امام زمان این توه، اون خرافی نیست؟ اون کار خرافی نیستن؟ رفتن حج از این تپه به اون تپه دویدن و لبک لبک گفتن، این کار خرافی نیست؟ بعد سنگ زدنه به شیطان، مگه شیطان اومده اونجا وایستده که شما بهش سنگ بزنید؟ این کار خرافی نیست؟ رفتن دور چهاردیواری خالی رو گشتن و گفتن که اینجا خونه خداست، این کار خرافی نیست؟ آقای مطهری و آقای این آخونده، آقای این آیت الله ها، شما چجوری باور میکنید که خودتون خونه است؟ از این نابخردانه تر حرفی میشه زد؟ خودتون چهاردیواری رو دورش میگردیم، هفت دفعه میگردیم، بعد همین اون سنگ سیاه ها میبوسیم، اینا کار خرافی نیست؟ خب حالا همه اینا حرف درست، نوروز خرافیه، پس چرا آقای خامنه ای اومد گفت حب الحال اینا به اصلا الحال؟ بچه آقای خامنه ای اومد گفت نوروزه؟ هر مراسمی ما اومدیم اینجا، من خودم میگم اومدم با خانوادم اینجا، هر مراسمی که شادی آفرین باشه ما دوست داریم، برای که اون فلسفه که ایران رو به قدرت رسوند و نیمی از جهان رو گرفت و رهبر نیمی از جهان بود، رهبر بزرگوار و آقا منش و بخشنده نیمی جهان بود، اون یکی از اصول شادزیستی بود. ما میخوایم شادزیستی کنیم، میخوایم شادی کنیم. چهارشنبه سوری شادیه، نوروز شادیه، سیزده بدر شادیه، همونطور که کریسمس شادیه، همونطور که عید پاک، عید نمیدونم بله برال، همه عید ها، همه عید شادی ها، همونطور که فورتافجولای شادی ها، میرن مردم آتیش بازی رو تماشا میکنن، این همه چیزه شاده. شما میخوای بری بزن تو سرت، بره بزن تو سرت. مطلب چیزی داره در این میداری سرمقالش رو در باشه میگویم، سرمقاله رو براتون میخونم، بعد میگویم به مطالب براتون تهیه کردم. نوشتن که نوروزتان پیروز باد، 39 نوروز خونجگری، پشیمانی و خراب شدن زندگی ملت ایران فرا رسید. اگر تنومندی ریشه خود نوروز نبود، او را هم مانند نام ایرانی به بدنامی و نابودی میکشاندیم. خوشبختانه زور انقلابیون حاکم به نوروز نرسید، اگرچه تر براندازی آن را روزخانهای عرب خو و گدازادگان دور حرم حرامیان به سردمداری آخوند مرتضی مطهری، آن مرده که همیشه منفور روزگار در دستور کار داشتند. نوروز به تنهایی و یک تنه نیرومندتر از همیشه در برابر آنها ایستاد
و با سیری سخت خود آنها را به زباله‌دانی بیگانه پرستی و نفرت همیشگی پرتاب کرد. این تنها باقی مانده از شرافت و ملیت و هویت را با شور حال بیشتری به فرزندان خود بیاموزیم و بسپاریم تا هرگز دشمنان ایران نتوانند ستون ماندگاری ایران را فرو بریزند. هر روز ایران نوروز و ملت آسیب دیده آن به پا خواسته و پیروز باد. بسیار عالی، بسیار عالی. عکس ها رو دیدید، شما خودتون دیدید، منم نشونتون دادم. هزاران هزار نفر رفتن دور پاسارگاد، یعنی مقبره کوروش، اونجا سال نو رو اونجا سفره هفتچین چیدن، دور سفره هفتچین نشستن و شعارهای در واقع ضد رژیم دادن. نگفتن مرگ بر دیکتاتور، گفتن شعارهای دیگه، ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم، یه همچین شعارهایی. البته دیگه حالا مردم همه دنبال این میرن دیگه. به نظر من آریایی گفتن نجات پرستیه. به نظر من ما ایرانی هستیم، ما ایرانی هستیم. اون یهودی ها هم در بر میگیره، کوروش گفت همه برابرن. ما میگیم سر سر قبر کوروش میگیم ما آریایی هستیم. ما میگیم سر قبر کوروش در خلاف فرمان کوروش بزرگ حرف میزنیم. فرمان کوروش بزرگ گفت همه با هم برابرن، گفت هیچ کس رو بر هیچ کس برتری نیست، گفت برده ها باید آزاد بشن، گفت یهودی ها آزاد بشن، طلاها و جواهرات که ازشون گرفتن بهشون پس بدن، اینا هر جا میخوان زندگی کنن، میخوان بیان ایران، ایران زندگی کنن. خب اونه که اومدن ایران زندگی میکنن، خب دیگه آریایی نیستن دیگه. ما چرا میگیم آریایی؟ که حالا من میگم ما 80 میلیون ایرانی، حالا فکر کنید 5 نفر کلمی داریم، این 5 نفر کلمی آریایی نیستن. ما بگیم فقط آریا، یعنی اون 5 نفر احساس میکنن که جزو ما نیستن دیگه. چرا اینو بگیم؟ من میدونم یه چیزی تو ذهن شما نفوذ میکنه، کندنش مشکله. شما میگید بریم درختای خیابون پهلوی آخوندها رو آویزون کنیم به دار بزنیم. آقا شما که میگید من طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هم، که شاهزاده رضا پهلوی جلوی خود من با چشمای خودم، گوشای خودم گفت عفو ملی، گذشت ملی، گفت ما باید این عفو رو شامل نیروهای نظامی، انتظامی و روحانیون هم بکنیم. حالا ما میگیم میریم سر کوروشی که ضد نجات پرستی بوده از نجات پرستی هم نجات. ولی به هر حال این که رفتن تمام پله های تخت جمشید پر آدم بوده، بیستون تو کرمانشاه پر آدم بوده. یعنی مردم به جایی که مثلا فرض کنیم که برخلاف خواست آخوندا که مردم که دوست دارن مردم در نوروز لحظه تعدیل سال برن سر یک قبر مرده بشینن و به نوروز رو با اون مرده رو بگذرونن، آخه که چی؟ آخه حضرت معصومه کی بوده؟ یه بچه، دختر بچه کوچولو بوده مرده، اگه زنده بود باید درش پوشک می‌بردیم. ما بریم اونجا، بریم چای چراغ بریم. به قول دوستم شاهی نجات میگفتش که از من پرسیدن که ایران به پا میکه، مردم به پا میشودن و ایران آزاد میشه. بهشون گفتم هر وقت که عده‌ای که در شیراز میرن تخت جمشید رو در نوروز میرن تخت جمشید بیشتر شد از عده‌ای که میرن شاه چراغ، اون موقع ما به پا خواهیم خواست. حالا وقتی که اون عده‌ای که میرن سر کوروش عده‌شون بیشتر از عده‌ای شد که میرن مشهد، اون وقت ما به پا خواهیم خواست. ببینید باید این حرفا رو تکرار کرد، باید گفت. با یک نفر دو نفر نمیشه، با من بگم آقای سیاوش کشکلی رو باید گفت مهراسا بشه، بگه آقای امید امیدوار، بگه خانم سروش، بگه خانم مرنگی جانشایی بشه، آقای فرهاور بگه، آقای امید بگه، نمیشه. باید بسیار زیاد گفت، نمیشه باید یه تلویزیون، باید همه این تلویزیون ها بگن. باید بگن آقا ما نوروزمون ارتباطی به اصلا اسلام نداره، ما سر سفره هفتینمون شاهنامه میذاریم، حافظ میذاریم، خیام میذاریم، ما سر سفره هفتینمون قرآن نمیذاریم. این اگر مسلمان هستی این توهین به قرآنه.
بلکه اصلا قرآن ربطی به اون قضیه نداره. خب بریم به سر رویدادها و رمز و راز رویدادها. آقای این عکس آقای شجریان استاد آواز ایران به اتفاق همسرشون در حالی که موهای سرشون ریخته و آقای شجریان گفت یک مهمان ناخوانده است که 15 سال اومده خونه من، یعنی اشاره میکنه که 15 سال من دچار سرطان شدم و دارم با سرطان میجنگم و برنامه داشتن در ارمنستان برن که متاسفانه به علت بیماری به توصیه پزشکان برنامه‌شون رو کنسل کردن. این عکس خانم گلشیفته فرهانی است. خانم گلشیفته فرهانی در پاریس در تئاتر در تئاتری که به زودی شروع خواهد شد رول اول رو خواهند داشت و در این تئاتر حالا من براتون توضیح میدم. تئاتر اسمش هست روی صحنه تئاتر در فرانسه آنا کارمینا. آنا کارمینا رمان لئون تولستوی یا لئو تولستوی که اونو که جنگ و صلح نوشته بزرگترین کتابش جنگ و صلح، بعد از اون کتاب آنا کارمیناش مهمترین کتاب این نویسنده روسه و قهرمان اصلی این تئاتر هم خود آنا کارمیناست که خانم گلشیفته در نقشش بازی میکنه و بسیار بسیار مهمه که در تئاتر پاریس فرانسه ایشون در نقش اصلی نقش اول بازی میکنه. برحال برشون آرزوی موفقیت میکنه. در این پایین مقاله میگه که گلشیفته فرانی اخیراً در فیلم دو دوست ساخته لوئی کارل بازی کرد و قرار است به زودی در فیلم های مصیبت های شرقی و دزدان دریای کارائیب در کنار هنرمندی امریکایی جانی دپ هنرنمایی کند. خب خوشحالیم، افتخار میکنیم و براشون پیروزی آرزو میکنیم. بانوی ایرانیست نازنین بنیادی. این خانم نازنین بنیادی است. این عکس وسطی من بزرگش کنم که شما ببینید. این ایشون هستن. ایشون در فیلم بنهور رول استر رو بازی میکنن. در فیلم بنهور، بنهور یه فیلمی بود که چارلتون هستون بازی میکرد و یه فیلم قدیمی بود که ما در ایران به زبان دوبله به زبان فارسی دیده بودیم که این بسیار فیلم زیبایی بود. یه مقدار واقعیت داره، یه مقدار هم ساخته شده از افسانه های مذهبی مسیحیه و در این فیلم دوباره این بازسازی میشه و این خانم بازی میکنه. اگر اشتباه نکنم اینجوری بود که دو تا دوست بودن تو شهر با هم زندگی میکردن، منطقه یکیش بومی اون شهر بود یکی رومی بود. اینه که در این حال دوستی که بودن اون رومیه یواشواش حاکم شهر شد از طرف روم و اون منطقه که مثلا فرض کنیم مثلا در منطقه عرب نشین خاورمیانه بود، در اونجا اون بنهور فکر میکرد که این حاکم دوست بچگی شده و این خیلی خوبه دیگه. اتفاقا حاکم که رد میشد یه چند تا آجر از پشت بام خونه اینا افتاد زمین، اسم حاکم مثلا یه ذره رم کرد اینا. حاکم دستور داد ساکنان اون خانه رو بگیرن که از جمله بنهور رو، ساکنان مرد خانه رو بگیرن از جمله بنهور رو. بنهور گفت من این سنگ تصادفا افتاد، من کار نکردم، من دوست تو هم یاد رفت
گفت نه ببریدش بدید به بردگی بفروشن اینا. بردن اینو به بردگی فروختن. اتفاقا رفت در یک کشتی که کشتی جنگی بود مشغول قایقزنی شد، یعنی اون کشتی هایی که با طبل میزنن قایق های پارو های اینطوری یک دو اینجوری حرکت میکنن، بعد وقتی مناطق جنگی میشه طبلا رو تندتر میکنن، اینا باید تندتر بزنن. در اونجا معمولا برده هایی که قایق پارو میزنن پاشو با زنجیر اونجا بسته شده، یعنی اگر مثلا کشتی غرق بشه اون افراد هم با کشتی بیرن زیر آب برای که نمیتونن در بیان، پاشون با زنجیر بستن. ولی اون فرمانده بزرگ اون رومی که این کشتی ها رو داشت بر حسب نمیدونم چی دیگه بود پایین رو نبست، و بعد که جنگ شد اون فرمانده در واقع نیروهاش، خب یه دونه کشتی نیست، مثلا صد تا کشتی با صد تا کشتی میجنگن، نیروهای این پیروز شدن، ولی خود فرمانده تصادفا افتاد تو دریا و این دمور پرید فرمانده رو با سختی بسیار از دریا کشید اوردش بیرون، و اون فرمانده زندگیش رو خود که مدیون این دمور دونست و دمور رو به فرزندی قبول کرد. خب حالا اون فرمانده رومی اون شهر که هستش، حالا این دفعه دیگه به نور خودش فرزند خوانده یک مثلا سردار رومی شده و دیگه بقیه ماجرا دیگه خیلی ماجرای جالب هیجان انگیزی بود که ما اون فیلم دیدیم. حالا این فیلم رو خواهم بازسازی کنم و این خانم نازنین بنیادی در نقش استر نقش مهم زن اون فیلم بازی میکنه که خواهیم دید دیگه، اگه بیاد حتما میریم میبینیم. خب من چند دفعه است که زنگ تفریح براتون اجرا نکردم، حالا میخوام شما رو ببرم به زنگ تفریح. این تیکه که الان دارم ازش میخونم از ایرانیان مجله ایرانیان هست که در واشنگتن منتشر میشه و آقای تقی مختار این مجله رو یا این روزنامه رو اداره میکنن و بسیار منظم و منظم چندین سال است که با موفقیت کارشون رو میدن. نوشته که من البته با این اینکه براتون میخونم، من با این ایدهی که اون تو هست موافق نیستم ولی براتون میخونم دیگه. مرد بله حالا نه این یه این یه چیز دیگه است، این یه همون جوکه. مرد فقیر بود که همسرش کره را به صورت دایره های یک کیلویی درست میکرد و او آنها را به یکی از بقالی های شهر میفروخت و در مقابل مایحتاج خانه را میخرید. روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت یکی از آنها را وزن کند. هنگامی که کره را وزن کرد دریافت که وزنش به جای یک کیلوگرم 900 گرم است. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر گفت دیگر از تو کره نمیخرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من میفروختی در حالی که وزن آن 900 گرم است. مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت ما وزنه درست حسابی نداریم، یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن را آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار میدادیم. پس من میشه بقاله خودش که یک کیلو شکر را اونو نفتت گرم داده و این ضررش هم خودش دیده دیگه. این بود که من میگفتم من با باور این قضیه موافق نیستم ولی خب براتون میخونم دیگه. نه چه میگه
حالا اونی که میخواستم میگفتم باهاش موافق نیستم ولی میخونم براتون، براتون تعریف میکنم. یه نفر در ژاپن یه مردی ثروتمندی دچار درد شد، چشمش درد گرفت، هر کاری کرد، هر دکتری رفت، هر قرصی خورد، هر آمپولی تزریق کرد، چشمش خوب نشد. مردمش گفتن که یک عابدی هست در فلان جایی به اون گویختایی کارهایی میکنه میکنه. ثروتمند رفت ولی عابد عابد نگاه نگاه کرد و فلان کرد و گفت آقای مثلا هرچی اسمشون بود، شما باید از این به بعد فقط چیزها رو سبز ببینید. این اومد خونه و گفت رفتن چند بشکه رنگ سبز خریدن، اومده همه خونه رو رنگ سبز کردن، همه وسایل سبز کردن، وسایل آشپزخونه، لباس ها، همه مستخدم ها همه رنگ سبز کردن، اسباب خونه همه سبز شد، در حال یواش یواش چشم هم خوب شد. بعد یه روز اون عارف پیغام داد که من میخوام بیام ببینمت، گفت بفرمت خونه ما. اون رفت خونه، اتفاقا اون عارفه یک لباس نارنجی پوشیده بود، اومد دم در بهش گفتن اینجا همه چی باید سبز باشه. گفتش که باشه، یک لباس چه عوض که لباس سبز پوشید اومد و مرد زبایتان گفت این بزرگترین نسخه، گرانترین نسخه بود که من تا حالا برام پیش اومد، خیلی خرجی نسخه شد. مرد راهب گفت من اتفاقا این ارزونترین نسخه بود که در عمرم به کسی داده بودم. تو لازم نبود این همه رنگ و اینا بگه، تو کافی بود یه عینک سبز بزنی به چشم، همه چیز سبز بزنی به چشم در خود میشد، این همه خرج لازم نبود کنی. بعد اون نتیجه گرفته که ما دنیا رو هر جوری بخوایم میتونیم ببینیم. نه، من با این موافق نیستم که ما دنیا رو هر جوری بخوایم میتونیم ببینیم. ما اگه دنیا آزار دهنده باشه و ظلم بکنن مردم دنیا، فکر کنیم این همه خوبه، نمیشه که ما دنیا رو اونجوری هست ببینیم. اگر دنیا، اگر اطراف ما، اگر شهر ما، روستای ما اشکالی داره، اون اشکال رو رفع کنیم. نمیتونیم یه علک بگم و بگیم که این آدمی که مثلا هر وقت از اینجا رد میشن به یه چوب میزن تو سر من، داره من ناز میکنه، نه با چوب میزن تو سرم، بعد این درستش کنم. حالا اینی که میخونم از مجله عاشقانه است که مجله شهر خودمونه. نوشته هیچ وقت به زن دروغ نگید. مردی به زنش تلفن کرد و گفت عزیزم، از من خواسته شده که با رئیس و چند تا از دوستانش برای ماهیگیری به کانادا برویم. ما به مدت یک هفته آنجا خواهیم ماند. این فرصت خوبیست تا از ارتقای شغلی که منتظرش بودم بگیرم. بنابراین لباسهای کافی برای یک هفته برایم بردار و وسایل ماهیگیرم آماده کن. ما از اداره حرکت میکنیم و من سر راه وسایلم را از خانه برخواهم داشت. راستی اون لباسهای راحتی ابریشمی آبی رنگ هم بردار. زن با خودش فکر کرد این مسئله خیلی طبیعی است، اما برای اینکه نشان دهد که همسر خوبی است، دقیقا کارهایی که شوهرش ازش خواسته بود انجام داد. هفته بعد مرد به خانه آمد، یک کمی خسته به نظر می‌رسید اما ظاهرش خوب و مرتب بود. همسرش به او خوش آمد گفت و ازش پرسید آیا توانستی ماهی بگیری؟ مرد جواب داد بله، تعداد زیادی ماهی قزل‌آلا، چند تا ماهی فلس آبی و چند تا هم عرب‌ماهی گرفتم. اما چرا اون لباس‌های راحتی‌هایی رو که گفته بودن برام نگذاشتی؟ جواب زن خیلی جالب بود. زن جواب داد لباس‌های راحتی رو توی جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم. بله، پس این طرف دروغ گفته بودنش، اصلا جعبه رو باز نکرده. خداوند انسان رو آفرید و به او گفت هر گوشه از زمین را که بگردی میتوانی رویای ایدئال خودت را پیدا کنی. آنگاه بود که خداوند زمین را گرد آفرید. از یک بچه پرسیدن آن چه موجودیست که به ماها گوش، شیر، ماست، کفش و لباس میدهد؟ بچه گفت پدرم. یارو میره دبی تو رستوران، میگه ال کباب، کباب برش میارن. میگه ال پیاز، پیاز برش میارن. میگه ال برنج، برش برنج میارن. با غرور به خودش میگه که چقدر خوب آدم عربی هم بلد باشه. گارسون بهش میگه اگه من ایرانی نبودم
آن وقت هم باید الکفت هم نمیدادن. خب این است این دیگه. عکسیه که خب این عکس هم خودش یه جوکه. عکس نوشته از تولید به مصرف. یه بچه یه کوچولو رفته از پستونای گاو مستقیما نیمکه و شیر میخوره. گاو هم حیوان نجیب برگشته کسر شده رو به عقب به این بچه نگاه میکنه. خبرنگار به پیرمرده میگه که به کی رای میدین؟ جواب میده که ای بابا من دیگه نه چشمانم میبینه، نه گوشم میشنوه، نه بدنم حس داره، دستان داره میلرزه، فراموشی دارم، ادرارم بی اختیار میریزه، دائمم خوابم یا چرتم میزنم، حتی کنترل کارهای شخصی هم ندارم. خبرنگاره میگه پس چرا اینجا نشستی؟ پاشو 12 تا عکس بردار و برو برای ثبت نام. شما تمام شرایط ثبت نام برای مجلس خبرگان رو دارید. آخه مجلس خبرگان هفت آخونده نادرشاه افشار عزم تسخیر کشوری رو داشت. در راه پسری را دید که مکتب میرفت. از اون پرسید چه میخوانی؟ گفت قرآن. نادرشاه گفت از کجای قرآن؟ گفت انا فتحنا. نادر از شنیدن نام قرآن با روی انا فتحنا خرسند شد و این را به فعال پیروزی تعبیر نمود. پس سکه زر به پسر داد، اما پسر از گرفتن سکه امتناع کرد. نادر گفت چرا نمیگیری؟ پسر گفت مادرم مرا تنبیه کرده و میگوید از کجا آوردی؟ نادر گفت بگو نادرشاه به من داده. پسر گفت مادرم باور نمی کند و میگوید نادرشاه مرد بسیار سخاوتمندیست و اگر میخواست به تو سکه بدهد به سکه اکتفا نمی کرد، به سکه های بسیار به تو میداد و نیز تو را پیاده راهی نمی کرد. حرف پسرک به گرمی بر دل نادرشاه نشست و چندین مشت سکه در دامن او بریخت و اسبی اسیر به وی داد و او را راهیش نمود. زمانی که ناظر به قصد خودش باز کرد قصه را برای وزیر اعظم خود تعریف کرد. وزیر گفت پادشاه این بچه بابک زنجانی بوده است، سر تو را هم کلا گذاشت. دیگه این سیاسی بود در واقع. مال راه زندگی بود خانم پری عباسلطی عزیز. این مجله رو منتشر میکنم. خب این به دنباله رویدادها و رمز و راز آن. ببینید این که من میخونم براتون یه مجله به نام میراث ایرانیان. من نشون بدم که شما این زیر رو اسمش نوشته پرژین هریتیج، اینا به فارسی نوشته میراث ایرانیان. سردبیرش هم آقای دکتر شاهرخ احکامی است و ایشون دکتر پزشکی هستن و خیلی زحمت میکشن. مرد بسیار شریفی هستن و یک به اصطلاح برای ایرانیان چندین ساله که این مجله رو منتشر میکنن، گاهی هم برای بعضی ها مجانی میفرستن. یک کتابی براشون اومده و این نامه به سردبیره. نامه به سردبیر، یک کسی نامه به سردبیر نوشته.
من یه تیکه از این رو میخونم براتون. من این رو همه گفتم برای که بدونید این از من نیست، من این رو براتون میخوام درباره دکتر مصدقه، چون معمولا حساسیت هست. من این رو همه رو گفتم که بدونید اصلا دخالتی در این قضیه ندارم. برای آگاهی آقای موسوی و همداورهای ایشان، شادروان دکتر محمد مصدق نه تنها قهرمان ملی ما ایرانیان نیست، بلکه وقوع فاجعه 1357 و 36 سال اختناق و خونریزی در داخل ایران و 7 میلیون ایرانی آواره در سراسر جهان و دست کم 300 سال واپسگرایی کشور را باید به علت تجاوز آقای دکتر مصدق به قانون اساسی دانست. خود من الان یه تیکش اینجا جایگش حالا دارم میخونم. خود آقای دکتر مصدق بودند که در جلسه 119 مجلس شورای ملی که در تاریخ 25 مرداد سال 1306، میدونید آقای مصدق سال 1332 در واقع از نخست وزیر برکنار شد. ایشون میگه که در تاریخ 25 مرداد 1306 تشکیل شده بود آقای دکتر مصدق نماینده مجلس شورای ملی در مخالفت با لایحه اختیارات دادگستری به وزارت دادگستری فرمودند من اساسا قانونگذاری را از مختصات مجلس شورای ملی میدانم، اگر بنا باشد مجلس به وزرا اجازه بدهد که برود قانون وضع کنند، پس وظیفه مجلس شورای ملی چیست؟ این حق به موجب اصل 25 قانون اساسی از وظایف مجلس شورای ملی و هیچ مجلسی هم نمیتواند این حق را به دولت واگذار نماید. نوشته نطقهای دکتر مصدق برگ 2312، یعنی این حجت میاره. میگه شما کتاب نطقهای دکتر مصدق بگیرید صفحه 312ش اینو نوشته. تقریبا 26 سال بعد همین آقای دکتر محمد مصدق زبانی که به کرسی نخست وزیری تکیه زد، وزارت دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح و نیز اختیارات قانونگذاری را برخلاف متن آشکار قانون اساسی کشور خود به دست گرفت، مجلس شورای ملی و سنا را منحل نمود. او هم به جای مجلس شورای ملی و سنا قانون تهیه می‌نمود و هم به جای پادشاه آنها را امضا و سپس اجرا می‌کرد. این رو آقای دکتر محمود رضاییان نوشتن. حالا هر کس هر بحثی داره آزاده که بگه. من اینو نگه می‌دارم اگه کسی دربارش مطلبی گفت داشته باشیم. اینو از اتفاقات جالبی که ببینید در برنامه من در چهارشنبه پیش افتاد که من روش خیلی فکر کردم. دو نفر دستن در کار رسانه که هر دو نفرشون ادعا میکنن که روشن فکرن و بسیار چیز میکنن و بسیار با انصاف هستن و بسیار دقیق حرف میزنن و بسیار موشکافی میکنن و بسیار حقایق رو آشکار میکنن. یکی اومد گفتش که اصلا دکتر مصدق دکتر نبود، سواد نداشته. یکی اومد گفت محمد رضا شاه اصلا سواد نداشته، مدرسه که گفتن سوئیس رفته علکی بوده. من نمیدونم آقای دکتر مصدق دو دفعه رفتن اروپا، یه دفعه رفتن فرانسه، این دو سال موندن مریض شدن برگشتن، دفعه دوم رفتن سوئیس. رفتن سوئیس، من اگه بخواید کتابش میارم براتون از روش کتاب بخونم. رفتن سوئیس، در سوئیس موندن، دکترای حقوق شدن و برگ اقامت سوئیس گرفتن و کارت وکالت سوئیس گرفتن، یعنی تمام مدارکشون آماده بود که مقیم سوئیس، دستون میشد که مقیم سوئیس بشن و کار وکالت دادگستری رو پیش کنن و برگاهاش هم گرفت و امتحاناتش هم داده بودن. خب چجوری ما میگیم میتونی بگیم ایشون زواد بودن؟ بعدم آقای محمد رضا شاه، اجازه بدید مال آقای محمد رضا شاه از روی کتاب بگم.
این کتاب نگاهی به شاهنشاه است، کتابی است که نه ببخشید اسمش آخرین شاهنشاه، این کتابی است که آقای دکتر حسین نهاوندی به کمک و همکاری محقق فرانسوی به زبان فرانسه نوشتن و بهتری که ده بهترین کتاب تاریخ کتاب نویسی فرانسه رو به خودشون اختصاص دادن. یکی از ده کتاب، من کتاب دهمی ها، یکی از ده بهترین کتاب بیوگرافی در فرانسه و صحیح‌ترین و مجلات فرانسه و انگلیس بسیار درباره این صحبت کردم و رادیوها و تلویزیونها دربارش صحبت کردم. خب پس من اینو کتاب مستندی میدونم، نسبت به بقیه بیشتر بهش احترام میذارم، برای که میگم اینقدر توش کار شده و اینقدر بهش احترام گذاشته. حالا من یک چیکای از این رو میخونم براتون. اینجایی که من میخونم براتون بگم که صفحه چنده. صفحه 83 کتابه. من یه تیکاش علامت زدم، اون علامت زده ها رو براتون میخونم. نوشته که در جوان 1931 که شاپور محمد رضا 12 ساله بود و تحصیلات ابتدایی وی به پایان رسید، به اخذ گواهینامه آموزش ابتدایی موفق شد. حاصل این دوران که شباهت زیادی به سالهای کودکی دیگران نداشت چه بود؟ نخست آن که وی خجول بود و تا پایان عمرش حتی در اوج قدرت و عظمت به نحوی خجول ماند. دیگر آن که من تسلط خاصی بر احساسات خود یافت و می توانست آنها را به خوبی پنهان کند، حفظ ظاهر نماید. از همین زمان آموخت که در همه شرایط و مقتضیات رفتار شایسته داشته باشد و خود را چنان که باید و شاید نشان دهد. این نوجوان 12 ساله فارسی را خوب می دانست، به مبانی دستور این زبان آشنا بود، اطلاعات تاریخی شایسته‌ای داشت، زبان فرانسه را فرا گرفته و با روانی صحبت می‌کرد. قهرمانان اون دوی 11 بودند که فرانسه را متحد کرد، هانری 4 که کاتولیکا و پروتستان‌ها را با یکدیگر آشتی داد، مخصوصا ریشلیو که منافع ملی را در سیاست خارجیش به ملاحظات مذهبی ترجیح داد و بانی رویه دیپلماسی ملی در اروپا است. لویی 14 را به خاطر عظمت آثارش می ستود. جزئیات انقلاب فرانسه و سرنوشت شوم لویی 16 و جنگ های ناپلئون اول امپراتور بزرگ فرانسه برایش راز و رمزی نداشت. محمد رضا از حافظه بسیار قوی برخوردار بود و آنچه را میشنید و میدید فوراً به خاطر میسپرد. در حقیقت دو فرهنگ داشت، ایرانی و فرانسوی، و پدرش وی را در این زمینه تشویق میکرد زیرا از فرانسویان میل نداشت و نگران سیاست‌های توسعه طلبی روس و انگلیس بود و نمیخواست پادشاه آینده ایران تحت تأثیر این دو کشور بماند. حالا من یه جدی گشت میخونم که علامت گذاشته باشم. در 15 سالگی قد او به 170 سانتیمتر رسید. وضع نمرات و کارنامه‌هایش بسیار رضایت بخش بود. ورزش و مخصوصا فوتبال را بسیار دوست می‌داشت و به عنوان دروازه‌بان تیم فوتبال مدرسه انتخاب شد. این تیم در مسابقات محلی به قهرمانی رسید و به همین سبب تصویر ولیعهد ایران در چند روزنامه چاپ کردند. شاپور محمد رضا یعنی پادشاه بعدی خیلی از این توفیق خوشحال و سربلند شد و گزارش آن را به تهران دادند که موجب رضامندی
و شگفت قضاشا کردید. محمد رضا در تاریخ جغرافیه و زبان فرانسه در میان بهترین شاگردان بود. بذار دیگه میگم. محمد رضا در تاریخ جغرافیه و زبان فرانسه در میان بهترین شاگردان بود. انگلیسی را خیلی زود و خوب فرا گرفت که بعداً با اندک لهجه فرانسوی به آن زبان سخن میگفت. در ریاضیات نسبتاً ضعیف بود و ناچار شد چند درس خصوصی بگیرد. مکلف بود 5 بار در هفته در دروس اختصاصی آقای مستشار نیز حاضر شود. محمد علاقه خاصی به این کار نداشت، ولی دستور مؤکد پدرش بود و اطاعت کرد. بعداً از این دروس اختصاصی اظهار رضایت کرد. تسلط وی به زبان و ادب و تاریخ ایران برایش امتیاز خاصی بود که اوج آن را میدانست. وی رعایت کامل احترام معلمینش میکرد، چرا میدانست رفتارش را به تهران گزارش خواهند داد. هنگامی که برادران کوچکترش به رژه آمدن اسم مدرسه است، دیگر رعایت زیادی از شؤون آقای مستشار نمیکردن. حالا باز یه جوری دیگه بخونم. زمستان ها مدرسه روژه چنان که دیدیم به کاستاد منتقل می شد. از بین اتفاقات متفاوت در ورزش های زمستانی، شکستگی دست و پا و خشم رضاشاه به طور معدب دوله او را از شرکت در این ورزش یعنی اسکی منع کرده بود. اما شاپور محمد رضا اعتنایی نکرد و یک بار اندکی زخمی شد، ولی گزارشی به تهران نرفت و مسئله پیش نیامد. محمد رضا شاه در پنهانکاری استاد شده بود و نامه هایی که میان او و رضا شاه رد بدل می شد گزارش های هیئت همراهش بدل می شد گزارش های هیئت همراهانش در دست نیست. قطع مسلم این است که دوران تحصیل در روژه شاپور محمد رضا ضعیف الحال را به جوان ورزشکار نیرومند و بیباک تبدیل کرد که حتی تا آخرین روزهای زندگیش با او با وجود شدت بیماری که دچار آن بود سعی میکرد چالاکی خود را به ورزش سبکاهی سبکی حفظ کند. او دروس اختصاصی آقای مستشار را دوست نمیداشت، ولی بعد فایده آنها را دریافت و با وجود علاقه به جغرافیا بعضی از جنبه های دروس آن را نیز بر نمیتافت و از جمله اجبار در فراگیری نام رودخانه ها و شطهای بزرگ 5 قاره جهان، مشخصات آب و هوای مناطق مختلف و امثال این جزئیات را. اما انگامی که به تخت سلطنت نشست از نشان دادن اطلاعات خود در این موارد دریغ نمی کرد و خیلی خوشش می آمد. رضا شاه او را همه جا خوب حالا ببینید. در تابستان 1936 گروه 4 نفری همراهانش برای گذراندن تعطیلات به ایران بازگشتند. رضا شاه او را همه جا همراه خود می بود، اما به اون می دالید. تربیت او را والاترین خدمت خود به ایران میدانست و به پیرامونیان میگفت کارهای بزرگی برای وطنش خواهد نمود. سال بعد جوان 1937 شاپور محمد رضا در امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه سوئیس توفیق یافت و به دریافت گواهینامه آن نائل آمد. زمان بازگشت به ایران فرا رسیده بود. هنوز 19 سال هم نداشت، ولی مجبور بود با دوران جوانی خود و سالهای خوش آن برای همیشه وداع کند. میباید منان به همه جوانان ایرانی به خدمت نظام وظیفه برود و چون دارای جوانان پایان دوره متوسطه بود راهی دانشکده افسری تهران شد. در روز اول خدمتش رضا شاه او را به دانشکده آورد و برای هم دورهایش سخنانی راند و گفت که همه آنها را چون فرزندان خود می داند. خب
شش سال بعد در 17 اکتبر 1906 گواهینامه خلبانی دریافت کرد و خلبان قابلی هم شد. خب آخه ما اگه بیم بگیم رضا شاه، محمد رضا شاه بی سواد بود، آخه چه حسنی به ما میرسه؟ چه چیز خوبی رو به مردم میدیم؟ آخه چجوری میشه آدمایی که رسانه در رسانه دست اندر کارن اینقدر بیان مثلا از روی عجله، از روی همینطور که میخوان حرفشون پیش ببرن یه چیزی بگن که واقعیت نداره. نوشته که هوای خالی حاشیه خلیج فارس تا پایان قرن غیر قابل تحمل میشود. شهر اهواز در جنوب ایران هم از جاهایی است که میتواند هوای غیر قابل تحمل را تجربه کند. کما پس از آن که اهالی ماهشهر گرمترین هوای زمین را تجربه کردند، مطالعه تازه حاکی است که اگر روال کنونی گرمایش زمین ادامه یابد، زندگی جنوب ایران و سایر بخش‌های حاشیه خلیج فارس غیر ممکن خواهد شد. نشریه نیچر کلایمت چنج نوشته است که در صورت ادامه تصاعد گازهای گلخانه‌ای با شدت فعلی تا پایان قرن، وقوع موج گرما هر 10 تا 20 روز یک بار اتفاق خواهد افتاد، به طوری که بدن یک مرد جوان و سالم امکان کنترل دما را از دست خواهد داد، شرایطی که بالقوه مرگبار است. البته این کاریست که اصلاحش از من شما بر نمیاد، ولی باید بگیم و اینقدر بگیم که اون دستاندرکاران که این کار توجه کنن، دولت ها باید توجه کنن، به خصوص دولت های غیر مسئولی مثل مثلا چین. چین فقط تولید پول میکنه، اصلا به محیط زیست توجه نداره. و حتی امریکا که شرایطی که بیشتر به محیط زیست توجه دارن اروپا و کانادا هستن. باید یک کاری کنید که آبهای که دنیا، هوای دنیا، دمای دنیا غیر قابل تحمل نشه. باید راهی بسیار زیادی پیدا کرد، باید بخشی از گرما رو دوباره به خارج فرستاد. ببینید بخشی از گرما رو به خارج فرستاد، اگر مثلا فرض کنید که توی من نمیدونم چجوری عملیه، مثلا توی کبیر پوششی بدن که این پوشش مثل آینه شعله دمای آفتاب رو دوباره برگردونه، از هوا خارج کنه. کاری عبث به نظر میاد، کاری مشکل به نظر میاد، ولی عملی هست. میتونن مثلا فرض کنیم که در زمین های شنزاری که وجود داره بیان مثلا 10 متر 10 متر سقف بزنن، سقف فلزی نازک روی چند تا پایه که بادم نتونه ببردش. این سقف نور رو برمیگردونه، جنسی باشه که نور رو بتونه از گرد زمین خارج کنه، نوری که بهش میتابه در بازگشت طول موجی پیدا کنه که بتونه از زمین خارج بشه. حالا شما فرض کنید که مثلا در کبیر ایران، فرض کنید که به فاصله، نه که به هم نچسبن، چون به هم بچسبن باد میتونه همه رو میبره، به فاصله مثلا فرض کنید که هر 5 متر 5 متر یک 10 متر در 10 متر یک سقف بزنن. یک سقف 10 متر در 10 متر یعنی 100 متر مربع، منطقه این سقف ها فاصله 5 متر 5 متر داشته باشن. پس در نتیجه مثلا اینجوری که میشه، مثلا فرض کنیم که 2/3 سطح کویر رو میپوشونن، وقتی آفتاب میتابه 2/3 بر میگرده، 2/3 برگرده، سطح اون دمای اون شنایی که زیر اونجا هست گرماش میاد پایین، چون دیگه اونقدر گرما نمیتابه. میتونه اونجا زراعت کنن، میتونه اونجا گوجه فرنگی بکارن، نمیدونم گندم بکارن، چیزهای مختلف بکارن، میتونه اونجا درختکاری کنن، در نتیجه هوا رو هم لطیف میکنن. این یک راه، خیلی راهای دیگه. من در این موارد خیلی فکر کردم، یک کتاب میخواستم بنویسم، نصفش هم نوشتم، منتها عدم تشویق و
ضعف امید من، چون امیدی ندارم که اون کتاب مورد توجه قرار بگیره و همیهنان بخونن و یا من بتونم ترجمه کنم برای دیگران بفرستم. و خب آدم باید در هر کاری تشویق بشه دیگه، وقتی تشویق نشه روحیه ضعیف میشه. مقاله از آقای دکتر کاظم ودیعی فرانسه، عنوانش از رهبر تا دم آخر در خط نفرت است. مردم میشنوند از رهبر که انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن را فراموش نکنید و هرگز از خود او نمیپرسند کجای قرآن حرف از انقلاب است. و آنها که میدانند و میدانند و میدانند به یاد دار که این گونه سخنها لقلقه فارغ التحصیلان بعضی نحافل آلمان شرقی مرحوم بود که با نسیمی از سوی گورباچوف باد هوا شد. آقای کاظم ودیعی، باد هوا شد برای روسیباش، اون تای لایه نقل مونده. چرا ما باید به امریکا دشمن باشیم، به مسکو و پکن دوست باشیم؟ دولت همه لایه هاییست که شما اشاره میکنیم که با نسیمی از سوی گورباچوف رفت. شما فکر میکنید با نسیمی از سوی گورباچوف رفت؟ نرفته. هنوز بسیاری مردم ایران طرفدار مسکو هست و اینا توی حکومت نفوذ میکنن و اینا نمیذارن ما با امریکا روابطمون خوب بشه. اینا هستن که موشک رو روش مینوشن اسرائیل، به زبان عبری مینوشن اسرائیل باید صف روزگار محو بشه، چون اسرائیل بچه کوچک امریکا. سه کلمه انقلاب و فتنه و دشمن را از رهبر بگیرید، خواهید دید این مقلط کور بنیادگری حرفی برای گفتن ندارد. و اخیراً فرمایش ها کرده بر این که در نظام ما کودتا امکان ندارد و نگفته ندید که ایران بلایی در کودتایش دائمی به دلیل وجود سپاه پاسدارانی که دائماً در حکم کردن ها است و دستش در بر و بحر اقتصاد و سیاست کشور باز است و دولت و نظام را در سایه می دارد. میدونه آزمایش موشک ها با به فرض قبول ضرورت دفاع ملی به استناد سخنان روحانی کفایت داشت، ولی اینکه بر آن بنویسند اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود دیگر لوتی بازی است و از مقوله فرهنگ نسخگیران و نه در خط حرمت به حقوق بین الملل است. این از آقای فرمایشات آقای رهبر. خوب ما همیشه حداقل آقای ناصرخان توکلی داشتیم که من هم تلفن ها میگفتم. تغییر مرزها در دستور است. این هم باز مقاله است از کاظم، آقای کاظم ودیعی منویت کرد. یک عامل پنهانی هم وجود دارد و آن این است که رؤسای قبایل سعودی همیشه بر سر ارث و میراث خود با هم اگر در اختلاف نباشند سخت در رقابتند. مثلا ملک سلمان فعلی که قدرت بسیار به پسر خود داده، دو قبیله پرنس عبدالله قدیمی و پرنس بندر را ناراضی کرده است و این ناراضی ها باعث افشاگری ها شده، از جمله آن که ملک سلمان در حال استخدام سرباز است در پاکستان، در سودان، در یمن و در سنگال و حتی در کولومبیا. پس میدانیم این کشور ثروتمند قدرت دفاعی بومی ندارد و این مختصر هم تحت آموزش خارجی ها هست و پرانس ها ناراضی هم. الو الو، درود بر شما. آقای ناصر توکلی روی خط هستن، مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس. اگه بخواید سایت ایشون برید و گوش بدید رادیو رو،
باید برید www.radiohouston.com چون رادیو ایران هوستون تگزاس، پس rihd.co.com. آقای توکلی خیلی خوش آمدید، بفهمه خواهش میکنم روی تلفن و آیفون و این چیزا میتونیم ساعته ما رو بگیم؟ بله بله. من چرا مینوی روی خط نمیام از این نظر که میترسم که دوستان خوششون نیاد و بیان بگن چرا من اینو گفتم و چرا اونو گفتم و اینا و حالا آقای توکلی همین رسانه ها به خاطر این که عقاید با هم برخورد کنن و اصلاح بکن دیگه. اگه شما باور من اصلاح نکنید، من باور شما رو اصلاح نکنم، خب چجوری پیشرفت کنیم؟ فقط شماره تلفن ها رو اعلام تلفن خودتون و آقای دوست مشترکمون آقای پارسا سربی رو نگفتی؟ تلفن آقای سربی 703-957-6150 703-957-6150 تلفن رادیو ایران هست 4-4-8-4-5-4-0-3-3 اینو داشتم میخوندم که پس بنابراین این آقای عربستان صوفی یه سری خلبان تربیت کرده که یه سری هواپیما داره یه کارایی میکنه، ولی نیروی زمینیش میره از پاکستان و نمیدونم یمن و نمیدونم کولومبیا و نمیدونم جایی میره نیروی زمین سرباز استخدام میکنه. خب اون سربازی که استخدام میکنید اون هر موقع بعد خطرناک بودنه میذاره میره. سرباز باید یک کسی باشه که بخواد از وطنش دفاع کنه. البته میتونن مثلا فرض کنن یک عده‌ای هزار تا سرباز دارن 200 تا توش بگیرن از جای دیگه، ولی خب اصلش باید از همون کشور باشه. اینک روسیه و امریکا، خب توجه کنید، اینک روسیه و امریکا بیش از هر زمان در تبادل نظرن و مطالب هنوز به رسانه ها درز نکرده است، زیرا هنوز
توافقات قطعی نیست، در ترفق حتی از بازپسنشینی اسرائیل به مرزای 1967 سخن به میان آمده است. والا من توصیه میکنم آقای نتانیاهو که حرف منو گوش نمیدن، نمیشتوان آقای منشه امیر هم که من دستون بهشون نمیرسه، والا به نفع اسرائیل که برگرده به مرزهایی که در کنفرانس نروژ در اسلو تهیه شد. اون مرده قبول همه بود. اگر شما همش بری جلو، همش بری جلو، همش بری جلو، خب اون کدوی که میری جلو تو زمینشون همش دشمن، همش دشمن، همش دشمن میشه. اما این یه بخشش کردی خب دوستت میشن. اسرائیل با دوستی بسیار میتونی درآمد داشته باشه. اسرائیل در زمان پیش از رژیم اسلامی در ایران بسیار فعالیت داشت، بسیار فعالیت داشت. من که مثلا در یک شرکتی کار میکردم، در اون شرکت با دوستت اسرائیل تو این شرکت، تو اون شرکت های مثلا خواهر، شرکت های خواهر، اقلا با 5-6 تا اسرائیلی رو میدیدم. اینه نمیدن مثلا فرض کنی که مقداری میامد تولید قضاشو اسرائیلی میگرفت، کارشناس تقویه مرغ بود، یعنی میفهمه که مثلا چی با چی مخلوط کنه در موقعی که اینا تخم میذارن چجوری باشه فلان کنه، اگه چاخ شدن چیکار کنه، اگه لاغر شدن چیکار کنه، اگه تخم کم شد چیکار. اینجوری همه جا بودن، تو همه جاها فعالیت میکردن. بسیار همون شرکتی که من توش کار میکردم، همون شرکتی که من توش کار میکردم اقلا سالی 2300 تن مولدینگ پاودر ملامین، یعنی اون ملامین که این تو خالب زروفی ملامین که وارد میکرد، چقدر رزین به مثلا فرض کنید که دو سادی ها رزین میخریدن. رزین این موادی هستن که مایان اما به کوچکترین حرکتی جامد میشن. این رزین ها رو میخزن تو بشکه های بزرگ، بشکه نبوده، ظرف های شبیه بشکه، و این ظرف ها میچرخید. وقتی میچرخید این رزین مثل یه ورقه ای تو این بشکه میرفت، دور از تو به دیواره بشکه میچرخید مثل ورقه نازکی، و بعد یواش یواش صفر میشد. وقتی صفر میشد بلافاصله دستگاه میاد اینا رو سوراخ سوراخ میکردن، هر دفعه میومد مثلا تعدادی میومد دکمه درست میشد. این موادش کارخونه قند ضد کف میگفتن، من کارخونه قند داره میسم چجوری، ولی به نظر میاد در یه مرحله کف زیادی اون دستگاه رو میگرد این مواد، بعد مواد ضد کف. خیلی چیز دیگه از اسرائیل میومدن، خیلی کارشناس از اسرائیل میومدن، بسیار به سود اسرائیل بود. اگر اسرائیل با اطراف دوست باشه میتونه در هر زمان کلی مبادلات تجاری داشته باشه و از این کارها سود ببره. خانه سازی برای آقا اجازه بده که بگه آقای اردن بگه من تو کشور تو خانه سازی کنم، بره به کشور سوریه بگه من آقای سوریه را میخوام تو کشور تو خانه سازی. مجبور نیستم اینا رو بگیره که با دوستی خیلی بیشتر میتونه پول در بیاره اسرائیل. خب من به پایان برنامه رسیدم، مطالب خیلی خوب دیگه ای هم براتون داشتم که اگر دیگه زیاد تاریخش دیگه نگذره دفعه دیگه میگم، اگرم دیگه احساس کنم که تاریخش منقضی شده که میگذم بیرون و مطالب جدیدتری براتون میارم. از آقای امید امیدوار در اتاق فرمان سپاسگزارم که برنامه رو کارگزاری فنی میکنم. از آقای ناصر توکلی که برنامه رو همزمان از رادیو ایران پخش کردن بسیار سپاسگزارم. تلفن ها رو میان هر دفعه زحمت میکشن میگن، بسیار سپاسگزارم. از آقای پارسا سربی در مردم تیوی سپاسگزارم که برنامه رو کارگردانی فنی میکنن و میفرستن از اون طریق. از شما خانم ها و آقایون واقعا سپاسگزارم، سپاسگزارم که لطف میکنید و به این برنامه توجه میکنید و در واقع شما این همه برنامه تو تلویزیونه، وقتی به برنامه من نگاه میکنید و یا گوش میدید، من بسیار بسیار ازتون سپاسگزار میکنم. سعی میکنم که مطالبم هم سرگرم کننده باشه هم آموزنده باشه. یکی از نزدیکان دوستان بسیار، یعنی برادرم اکانادا، و من برنامه تو رو تماشا میکنم اطلاعات عمومی میره بالا. حالا خب دمت گرم، برو بالا. خب من برنامه اینجا رو پایان میبرم، براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم. سال خوبی برای ایرانی‌های خوب باشه و سال بدی برای ایرانی‌های خبیث باشه.
شادی بود.